حکایات سعدی شیرین تر از قند. این داستان صدقه. برو دیگه از بچموش، چرا وایسادی؟ برو. کاروان سالار این قافله شمایی؟ بده من ازم فرمایش. به کدام طرف می روید؟ به یونان می رویم. برای یک نفر جا داری؟ اسبا دیگه جای باروونه ندارم. شغل من نویسندگی و درس و بحث، باروونه هم چند کتابه. کرایه سفرشی داری؟ همین چند سکه رو میتونم بدم. فکر میکنین کافیه؟ کرایه تو بیشتر از این چند تا سکه است. گفتی نویسنده هستی؟ حکایت های پندآموزم بلدی؟ اتفاقا درباره این موضوع چیزای زیادی نوشتم. برای چی میگوشم؟ خوبه، برای مسافرها حکایت های پندآموز بگو تا سرشون گرم بشه، اینطوری کمتر مزاحم من میشن. اما نصف روز رو باید پیاده بیای و نصف روز رو با اسب من میایی. پیاده زیاد رفتم، اشکالی نداره. پس کتابا رو بیار تا جای براشون پیدا کنی. بیا یه خورجین خالی اینجا داریم، بیا. جسارته، اما برای حفظ کاروان از دست دزدا و خطرهای دیگه هیچ فکری هم کردین؟ مسلمه اسبای من مثل شتر تا آخر سفر آب نمیخورن و پیوسته حرکت میکنن. خودم هم چشمسته کاروان از بیابون تا مقصد میرسونم، به جز اینم خطری نیست. بسیار خوب، معلومه که با تجربه اید، اما اگر نمیدونی بدون که هیچ قافله سالاری به جز من جرأت نداره این راهو با اسب بره. فهمیدی؟ عالیه. اما نداره، سفر با اسب سریع تره. میخواستم بگم میدونم چی میخوای بگی. بله، آذوقه با آبم به اندازه کافی داریم. لازم به گفتن نیست، اما صدقه که حتما میدین. نشنیدین که پیامبر خدا گفتن صدقه موجب زیادی مال و دفع بلا میشه؟ بجام سلیم جان، زور شد. آماده ایمان را میفتیم. تو عمرم به هیچ گدایی سکه این ندادم، اینا یه موش هف خورند. به هر حال اونا هم سهمی دارن، افرادی مثل مسافرهای شما که مشمول رحمت خداوند شدن و مال و ثروتی به دست آوردن باید سهم اونا رو از دارایی خود بپردازن. تو اگه میخوای این گداها رو فر بکن، اما من و مسافرهای تاجرم صد بار این مسیر رو رفته و برگشتیم و سالم هم موندیم. این سکه رو از من قبول کن. ممنون جوان مرد، سفرت به سلامت. ای مرد، خدایا او رو از بلایا و دوزا در پناه خودت نگهدار. من تو کار خودم استادم. ببینی که دور با چشم بسته کاروان از میونه چنهای روان میگذرونم. بله، حقیقتا که به کار خودتون وارده.
اما اگه لطف و پشیبانی خدا نباشه هیچ تجربه ای به درد نمی کنه. البته خدا بزرگه، اما بدون صدقه به گداهام خدا پشتیبانمونه. الحق که قافل دار ماهریه. بله، راه یک ماه رو ده روزه طی میکنه، دور از چشم راه زنا. آره خیلی شجاع و مقتدرین. دست شما درد نکنه، سفر خیلی خوبی بود. امیدوارم تا پایان سفر لطف خدا همچنان پشتیبان ما باشه. تو هم یادت باشه دیگه سکه رو خرج این مفخورها که دامی فروشن نکنی. اون بنده خدا مفخر و دافروش نبود، اونو میشناسم. نیازمنده، به زحمت زندگیشو تامین میکنه. در ضمن هنوز که نرسیدیم غافل سارا. اگه دست تو به پیشونیت بچسبونی و اون طرف رو نگاه کنی سیاهیای شهر رو میبینی. ما به خاطر دعای اونا صدقه نمیدیم. مگه نمیدونی خداوند فرموده در واقع به من صدقه میدی؟ از تو بعیده، مگه خدا استغفرالله محتاج صدقه ماست؟ البته که نه، منظور همونه که گفتم، روزی بعضیا رو خداوند تو دست ما گذاشته. اگر به اونا برسونیم در حقیقت از طرف خدا وظیفه روزی رسانی خودمونو انجام دادیم و امانتی رو که به ما سپردن به نیازمندا میدیم. من به این حرفا اعتقاد ندارم. از تو حرکت، از خدا برکت و سلام. چه قافله پروپیمونی. وای راهزنا، اینا از کجا پیدا شدن؟ ناراحت نباش لقمان حکیم، اینا خودی هن. خب بگو ببینم بقیه بارا کجاست؟ همش اونجاست، مال شما، به ما کاری نداشته باشی. قربان اشتباه گرفتین، من سلیمم قربان. نه خیر، اتفاقا درست زدیم به خال، میبینم که جنس فراوونی دارین. البته، اما من همیشه قبل از سفر پیشکشی گرگین خان و پیشا پیش میفرستم. شما از ایشون بپرسید، حتما تایید میفرمایم. خب جرمت سنگین تر شد. اگرم کم بوده وقت برگشتن جبران میکنم. ما که با همین حرفا رو نداریم. عوضی گرفتی سلیم غافل سالار. مگه شما از دار دستی گرگی خان نیستید؟ ما با اون دل دوز کارد و پنیریم. شما سرورت اژدر خان. اما اینجا همیشه منطقه گرگی خان بود. آفرین سلیم جان، درست گفتی، اینجا همیشه منطقه گرگی خان بود. اما بود، حالا دیگه منطقه منه. خب چه بهتر، من اهل معامله هستم، از این به بعد به شما باج میدهم قربان. این دفعه نه. نه تعارف نکنین، باید از دست من دشت کنین، دست من خیلی خوبه. من از تو باج نمیخوام، همه جنس رو میخوام، فهمیدی؟ یا با این شمشیر حالیت کنم. دیگه چاپلوسی بسه، عجله دارم. بگو کاروانیان همه باراشونو بار اسبای ما کنن، خودشونم بایستن کنار. جناب اژدر خان رحم کنین، اینا همه دارایی من تو این دنیاست، به من رحم کنین، خواهش میکنم. باشه به تو رحم میکنم، تو نگی بیمروت اژدر خان، جونتو نمیگیرم، ببر واسه خودت. بارا کنار ببینم. نه نمیذارم برای این اسب رو ببری. مگه نشنیدی اژدر خان گفت همه بار؟ برای من اونجاست، ببر، اما اینا رو نه. چیه؟ چی شده تاجر فربه؟ نکنه جونتو تو اون کیسه ها قایم کردی؟ این برا مال تجاره نیست، امانتیه که برای ایتام میبرم. پدر منم عمرشو به شما داده، امانتی تو رسوندی، حالا از جلوی چشم گم شد. این اشغالا چیه بغل کردی؟ برید زمین، برا رو جمع کن، این امانتی رو هم با اسبش میبریم.
خداوند از سر تقصیراتت نگذره ناجوان مرد. جناب لقمان حکیم، شما یه کاری بکنید، موعظه ای نصیحتی دعایی. پند و نصیحت برای کسی است که اشتباه میکنه، نه این سیاه دل که گناهکاره. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیاه دل چه سود گفتن وعظ؟ نرود میخ آهنین در سنگ. چرا اینجا نشستی جوان؟ اهل نیشابورم و تو این شهر غریبم. مقصدم شوش بود که بیمار شدم و همه داراییمو خرج درمانم کردم. حالا که خوب شدم، پولی برای ادامه سفر یا بازگشت ندارم، درمانده شدم. نگران نباش، خدا بزرگه. با من نزد سلیم قافل سالار بیا، او هم عازم شوشه، نزد داره تو هر سفر یک نفر رو رایگان ببره، شاید این دفعه قسمت تو باشه. راست میگی، خدا عوضش بده. دعا میکنم خداوند همیشه پشتیبانش باشه. به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند.